بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. تبريك عرض میکنم عيد سعيد و بسیار بزرگ مبعث رسول اکرم رو به همه امت بزرگ اسلامی و به ملت عزیز ایران و به همه آزادگان جهان. روز مبعث و شب مبعث روزها و روز و شبی است که بزرگترین هدیه عالم وجود که از اون تعبیر شده است در دعای شب مبعث به تجلل اعظم به نبی مکرم اسلام برترین بنده خداوند اعطا شد و هدیه داده شد. البته بعثت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هدیه به همه بشریت هم هست. اگر ما در میان ارزش‌های فراوان اسلام، سلسله ارزش‌های اسلامی، اگر فقط دو ارزش رو در نظر بگیریم، یعنی عنصر گسترش عقلانیت و عنصر پرورش اخلاق که مجموعه ارزش‌های اسلامی خیلی گسترده است، این دو عنصر برجسته از این ارزش‌هاست. اگر همین دو عنصر رو در نظر بگیریم که اسلام نسبت به اونها چه تأکیدی کرده، تصدیق خواهیم کرد که اسلام عالی‌ترین هدیه رو و وسیله سعادت رو به بشریت عطا کرده. اینی که اسلام به عقلانیت و گسترش عقلانیت دعوت می‌کنه، این خیلی چیز مهمی است. در قرآن ده‌ها آیه، ده‌ها مورد، شاید نزدیک به صد مورد اگه کسی بشموره، وجود دارد که با تعابیر مختلف، با تعبیر تعقلون، با تعبیر تتفکرون، با تعبیر اولی الالباب، با تعبیر یتدبرون، تدبر، خدای متعال مخاطبان رو و آحاد مردم رو به اندیشه و تفکر و عقل دعوت کرده. در مورد گسترش مفاهیم اخلاقی و پرورش اخلاقی هم همین بس که اسلام در صدر اهداف بعثت اخلاق رو، تزکیه رو ذکر کرده. در چند جای قرآن والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، اول تزکیه است. همچنین در آیات دیگه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. چند جای دیگر هم در قرآن هست که هدف بعثت را تزکیه معین کرده است. در رأس اهداف تزکیه است. پس بنابراین اسلام این دو ارزش متعالی را و بی‌نظیر را هدیه کرده به بشریت و تحریص بر اون کرده و مؤمنین به خود را و به تبع اونها همه آحاد بشر رو دعوت به تعقل و تفکر و تزکیه و اینا کرده، که این بزرگترین هدیه ایست که اسلام میتوانه به
بشریت اعطا کنه و اعطا کرده. خب چند نکته در باب بعثت رو عرض میکنم به طور اختصار، بعد هم یه نکته‌ای در باب قضایای جاری روز عرض خواهم کرد. یک نکته در باب بعثت این است که بعثت رسول اکرم اسلام چیزی را تحقق بخشید که به نظر محال می آمد، ناممکن بود. اون چی بود؟ اون این بود که از مردم جزیره العرب دوران جاهلیت که حالا عرض میکنم خصوصیاتشون چی بود، از این مردم یک امت با فضیلت مثل امت اسلامی دوره خود پیغمبر تشکیل داد. به نظر چنین چیزی با نگاه عرفی و عادی محال به نظر میرسه. مردم عربستان در دوره جاهلیت قبل از بعثت پیغمبر خصوصیاتی داشتن که بعضی از اونها در نهج البلاغه است، بعضی هم در تاریخ. مردم گمراه، سرگردان، بی هدف، به شدت نادان، دچار فتنه های بزرگ، فتنه های ناشی از عصبیت ها و جهالت های بزرگ. در این حال با همه این صفاتی که عرض کردیم، نداشتن علم، نداشتن معرفت، نداشتن ذره اخلاق و اینها، نداشتن هدف، با همه اینها به شدت متکبر، به شدت خشن، حق ناپذیر، لجوج. این خصوصیات مردم عربستان، مردم مکه و بقیه جاهایی که در اون وقت بودن، از بزرگان و کوچکانشون، رؤسا و زیردستانشون این خصوصیات رو داشتن. پیغمبر اکرم آمد از همین مردم یک ملتی ساخت، با یه فاصله کوتاهی که عرض می‌کنیم، ملت متحد. شما نگاه کنید به مسلمانان زمان پیغمبر، چه اون وقتی که منحصر بودن در مدینه و چه اون وقتی که گسترش پیدا کردن به مکه و طائف و بعضی جاهای دیگه، متحد، با فضیلت، با گذشت، فداکار و دارای عالی ترین خلقیات یه چنین ملتی. اون همون آدم ها رو تبدیل کرد به یه چنین انسان هایی. این به نظر نشدنی بود، این با هیچ محاسبه ای امکان این نبود که در یه مدت کوتاهی اونچنان مردمی تبدیل بشن به این چنین مجموعه ای. بعد هم در کمتر از 20 سال آوازه جهانی پیدا کردند همین مردم با اون خصوصیات اخلاقی. بعد از آنی که اسلام را قبول کردن، 20 سال نگذشته بود که اینا آوازه جهانی پیدا کردن از طرف شرقشون، از طرف غربشون، توانستند فکر خود رو، اندیشه خود رو، عظمت خود رو منتشر کنن، هم از لحاظ به تعبیرهای امروزی سخت افزاری، هم از جهت نرم افزاری توسعه بده. این کاری بود که اسلام انجام داد و این واقعا یک کاری بود ناممکن، به نظر ناممکن می آمد، ولی اسلام تحقق بخشید، بعثت تحقق بخشید. خب این واقعی است که در تاریخ اتفاق افتاده، لکن ما امروز می توانیم از این واقعه بهره مند بشیم. به این معنا این یک بشارتی است به همه مسلمانان در همیشه تاریخ که هرگاه اراده
آحاد مردم در طول اراده الهی قرار بگیره و تابع اراده الهی بشه، انسان ها کارهایی رو میتوانن انجام بدن که به نظر ناممکنه، به هدفهایی میتوانن برسن، به نظر متعارف و طبق محاسبات از دسترس انسان دور. همیشه اینجور در طول تاریخ همین تجربه نبوی قابل تکراره. اگر چنانچه در اون خط قرار بگیرن انسان ها، می توانند به اهداف والایی دست پیدا کنند که به نظر عادی و محاسبات عادی ناممکن به نظر می آمد. حالا این تجربه البته با تفاوت هایی برای ملت ایران اتفاق افتاد و خداوند تفضل کرد به ملت ایران این تجربه رو اعطا کرد، توفیق این تجربه رو به ملت ایران خدای متعال نشان داد و اون عبارت بود از ریشه‌کنی سلطنت در این کشوری که پادشاهی مطلقه و سلطنت ظالمانه و جائرانه و متکی به قدرت مادی و بوی نبرده از معنویت ریشه تاریخی بسیار طولانی داشت. اینجا این واقعه در کشور اتفاق افتاد، در حالی که پشتیبان این حکومت سلطنتی در کشور هم آمریکا بود، قدرت‌های بزرگ جهان بودن، هم آمریکا هم انگلیس. این اواخر هم شوروی سابق همه از حکومت پهلوی حمایت می‌کردند، اما ملت ایران توانست ریشه کنی این حکومت رو که به نظر ناممکن می‌آمد، واقعا ناممکن به نظر می‌آمد، این رو تحقق ببخشه به برکت رهبری مخلصانه امام رضوان الله تعالی علیه و همت بلند مردم و فداکاری مردم این کار اتفاق افتاد. واقعا اون روز ماها خب در میدان بودیم، در جریان بودیم. به هر یک از ماها اگر میگفتن چنین اتفاقی ممکنه بیفته، برامون خیلی قابل باور نبود، اما تحقق پیدا کرد. و این انقلاب ملت رو از خمودگی خارج کرد، ملت رو به حرکت در آورد، به نشاط در آورد. و نه فقط این انقلاب عظمت خودش رو به دنیا نشان داد، ملت ایران را هم با عظمت کرد، ایران اسلامی را هم در چشم دنیا عظمت بخشید. این نکته اول که اگر چنانچه ما در خط بعثت حرکت بکنیم، کارهای ناممکن رو ممکن خواهیم کرد و می توانیم دسترسی پیدا کنیم به هدفهایی که به نظر غیر قابل دسترسی می آمد. نکته بعدی در قضیه بعثت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم این است که برخلاف نظر اون کسانی که دین رو جدای از سیاست معرفی میکنن، دین رو جدای از زندگی، از سیاست، از حکومت به کلی جدا میکنن، قشرهای مختلفی هم در این زمینه کار میکنن، از قبل هم بود و با حرکت انقلابی این تلاش خونسا شد، ولی خب باز آدم مشاهده میکنه کسانی با زمزمه این رو شروع کردن با نوشتن و گفتن و اینها. برخلاف نظر اینها، نقطه اوج نهضت نبوی تشکیل حکومت بود که مقدمات اون رو و زمین سازی اون رو خود پیغمبر به وجود آورد و با بزرگان مدینه که آوازه اسلام رو شنیده بودن و آمدن ببینن قضیه چیست، پیامبر اکرم با اینها صحبت کردن، مواضعه کردن، قرارداد گذاشتن و بزرگان یثرب، البته اون روز اسمش مدینه نبودن،
اون شهر یثرب بود، زمین سازی کردن. بعد پیغمبر اکرم با اون وضع عجیب هجرت خود رو شروع کرد، بعد هجرت مسلمان ها شروع شد، به تدریج مهاجرین آمدن. قبل از هجرت پیغمبر نماینده فرستاد یثرب، مصعب بن عمیر رو به عنوان نماینده فرستاد اونجا که بره آیات قرآن رو بخونه برای مردم. این مقدمات فراهم کرد. بعدم خود حضرت هجرت کردن به یثرب و حکومت اسلامی رو در اونجا تشکیل دادن. این نقطه اوج نهضت پیغمبر بود و به این هم اکتفا نکردن که یه حکومت حالا تشکیل بدن و فقط مردم رو اداره کنن، نه، شروع کردن به مقابله همه جانبه با دشمنان، چون دشمنان بالاخره راحت نمیگذاشتن مسلمان ها رو. لشکر درست کردن، جنگ افزار تهیه کردن و به دشمنان حمله کردن، یه جاهایی دفاع کردن، یه جاهایی تهاجم کردن، هر دو جورش هست. اینی که حالا بعضی میگن جنگ های پیغمبر صرفا دفاعی است، نه، بعضی دفاعی بود، بعضی هجومی بود، مختلف بود شرایط. بعد هم پایگاه شرک رو فتح کردن، پایگاه شرک مکه بود، اونجا رو فتح کردن و بیت الله در اختیار اسلام و در اختیار مسلمین قرار گرفت، حکومت اسلامی رو تثبیت کردن. این شورانگیزترین بخش نهضت اسلامی است، چطور اسلام رو، دین رو از حکومت میخوان جدا کنن اون کسانی که این تلاش رو میکنن. نکته بعدی در باب بعثت این است که یکی از مهمترین شعارها و جهتگیری‌های پیامبر اکرم در بعثت مقابله با جاهلیت بود. در قرآن بارها جاهلیت تقبیح شده، تعبیر جاهلیت که حالا توضیح میدم که مراد از جاهلیت چیست، بارها در قرآن تقبیح شده. در سوره مائده افحکم الجاهلیت تبغون، در سوره احزاب ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، در سوره انا فتحنا از جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حمیت الجاهلیه و چند جای دیگر قرآن که حالا من این سه آیه در ذهنم بود اینجا یادداشت کردم. جاهلیت تقبیح شده در قرآن. این جاهلیت چیه؟ مراد از این جاهلیت صرفا بیسوادی نیست، نادانی نیست، البته بیسوادی هم توش هست، لکن این جاهلیت معنای وسیع‌تری داره. خلقیات پست هم جزو این جاهلیت که به بعضی از اونها قبلا اشاره کردم. رفتارهای ددمنشانه مردم، آدم کشیشون، دزدیشون، تجاوزشون، حق کشیشون، ضعیف کشیشون که همه اینا رایج بود در بین مردم جزیره العرب، اینا جز به همون جاهلیت. هرزگی جنسی، هرج و مرج جنسی، ابتذال اخلاقی، برچیده شدن بساط حیا از بین مردم، اینا بود دیگه، اینا جزء اون جاهلیت بود و با همه اینها بعثت به مقابله پرداخت. یعنی جاهلیتی که ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولى که در سوره احزاب خطاب به زنهای مکرم پیغمبر هست، این یه چنین چیزی است. هم نادانی و بیسوادی و جهالت توش هست، هم بد اخلاقی و ظلم و تبعیض و حق کشی و ضعیف کشی هست، هم هرزگی جنسی و بیبندوباری و هرج و مرج اخلاقی توش هست، همه اینها جز به جاهلیت. خب پیغمبر با جاهلیت به مبارزه پرداخت. حالا نکته مهم اینجاست که بسیاری از همون رذایل اخلاقی که اون روز در مکه رایج بود، در جزیره العرب رایج بود و پیغمبر با اینها به مقابله پرداخت، بسیاری از اون رذایل اخلاقی امروز در
دنیای به اصطلاح متمدن غربی به شکل سازمان یافته و بسیار شدیدتر و بسیار وسیع‌تر وجود داره. عیناً همون در یه مقیاس بزرگتری همون رذایل اخلاقی امروز وجود داره با شدت هرچه بیشتر. خب امروز زندگی در تمدن غربی بر پایه طمع و حرص است، بر پایه آزمندی است. اصلا اساس زندگی در تمدن غربی حرص و طمع. پایه همه ارزش‌های غربی امروز پوله. همه چی با پول سنجیده میشه. اخلاقیات، معنویات، همه چی با پول سنجیده میشه. معیارها اینه. سیاست رایج، حکمرانی‌ها همه در خدمت تبعیضه، در خدمت فربه شدن کمپانی ها و کارتل هاست. امروز اینجوریست دیگه. علم در خدمت کشتار مردمه. علم، فناوری در خدمت کشتار مردمه. یک وقتی از علم استفاده میکنن برای فرض کنید که مثلا واکسن یا فلان دارو که دیر رو نجات میده، اما از همین علم استفاده میکنن برای سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های اتمی که صدها برابر اون تعداد مردم رو از بین میبره، نابود میکنه. به این اتفاق در دنیا افتاده است و الان هم داره میفته. غارت کشورهای ضعیف، ابتذال اخلاقی، به شدت ابتذال اخلاقی و هرج و مرج اخلاقی، مسئله همجنس گرایی و امثال اینها که دیگه واقعا شرم‌آور گفتنش، هم آدم شرم میکنه از تکرار کردنش و گفتنش. هرج و مرج عجیب جنسی، اینا امروز در دنیا وجود داره. اینا همون چیزایی که اون روز بود، امروز هم همونها هست، منتها اون روز محدود بود، امروز گسترده است، سازماندهی شده است. خیلی از این فسادها و مفاسد پشتش منطقه‌های مصنوعی درست شده، یعنی پشتوانه‌های منطقی و فکری براش درست کردن، مبنای فکری براش درست میکنن و ارائه میکنن به بشریت. خب این جاهلیت امروز بنابراین هست. پس اگر کسی تمدن امروز رو، تمدن غربی امروز رو، جاهلیت مدرن بخونه که خواندن، خیلی ها گفتن جاهلیت مدرن، حق داره. واقعا جاهلیت همون جاهلیت است، منتها به شکل تجدید یافته و مدرن شده امروز در دنیا خودشو نشان میده. خب پس باید چه بکنیم؟ باید درس‌های بعثت رو مرور کنیم. همون کاری که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قبال اون جاهلیت انجام داد، امروز بر عهده ماست که در قبال این جاهلیت اون کارها رو انجام بدیم. این وظیفه ماست. تقویت ایمان‌ها در درجه اول، تقویت ایمان یکی از کارهای مهم برای ما و برای همه دلسوزان، دلسوزان بشری در سراسر عالم، تقویت ایمان دینی است. توسعه گروه‌های مؤمن و مقاوم در سرتاسر عالم، انسان‌هایی که انگیزه دینی داشته باشند و ایمان داشته باشند و اهل مقاومت باشند و کار کنن، تلاش کنن، اینا با توسعه پیدا کنن. قوت و استحکام نظام اسلامی، حالا یک نظامی تشکیل شده با پرچم اسلام و زیر پرچم اسلام در جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی، این رو تقویت کنیم و مستحکمش کنیم
پایه‌هاشو هرچه محکم‌تر کنیم، ثمراتش و اثراتش رو هرچه گسترده‌تر کنیم. بعد برنامه خردمندانه و حکمت‌آمیز، این میدان از اون میدان‌هایی نیست که انسان سرش بیاندازه پایین رو حمله کنه. برنامه ریزی لازم داره، مطالعه لازم داره، برنامه خردمندانه باید تهیه بشه، با حکمت بایستی با این قضیه مواجه شد، و این برنامه باید متکی باشد بر شناخت وسیع مختصات این جاهلیت. اگر مختصات این جاهلیت رو درست ندانیم، نمیتونیم با اون مقابله کنیم، نمیتونیم با اون مبارزه کنیم. ما البته نمیتوانیم ادعا کنیم که در این کارهای بزرگ به مقصود و هدفهامون رسیدیم. نه، در همه اینا گامهای بلند ما در نیمه راهیم، در این شکی نیست. البته کار شده، پیش رفتیم به حمدالله، اما در همه اینها ما در نیمه راهیم و با هنوز خیلی فاصله داریم تا برسیم به هدف. لکن با وجود این، با اینکه هنوز در نیمه راهیم و خیلی فاصله داریم تا اینکه به هدف برسیم، باز الگوی انقلاب اسلامی و الگوی جمهوری اسلامی برای مردم دنیا، مسلمان‌های دنیا حداقل، یه الگوی جذاب. شما ملاحظه کنید، ببینید در فاصله چند هزار کیلومتری تهران در یک کشور دیگه اهانتی می شود به عکس شهید عزیزمون، شهید سلیمانی. مردم واکنشی نشون میدن که پلیس که خودش اون اهانت رو کرده مجبور میشه بیاد عذرخواهی کنه، با مردم همراهی کنه، دوباره اون عکس رو مثلا نصب کنن در جاهایی از شهر. این الگوی جذابی است، نشون میده این الگوی پرکششی است. همین نیمه کارش هم پرکششه، جذابه. اگر بتوانیم راه رو خوب ادامه بدیم، کار رو با اتقان اگر چنانچه بتونیم پیش ببریم، یک الگوی بسیار جذاب و پرتحرکی در دنیا به وجود خواهد آمد و ملت‌ها به سوی اون حرکت طبیعی خواهند کرد. و این ما در مقابل یک چنین جاهلیتی قرار داریم. البته این جاهلیت مدرن در همه جای دنیا یکسان نیست. به نظر من نمونه واضح و کامل جاهلیت مدرن آمریکاست. از همه جای دنیا این جاهلیت در اونجا شدیدتر و سهمناکتره، به معنای واقعی کلمه اینجوریست. آمریکا یک رژیمی است که اخلاقیات ناپسند در او ترویج میشه، تبعیض در او روز به روز بیشتر میشه، ثروت ملی روز به روز بیشتر به سمت ثروتمندان و برخورداران کشیده میشه. کشوری به ثروتمندی آمریکا وضعی داره که وقتی یه مقدار سرما زیاد میشه، عده‌ای در خیابان‌ها میمیرن. وقتی گرما زیاد میشه، عده‌ای در خیابان‌ها میمیرن. چرا؟ اینا به چه معناست؟ مظهر جاهلیت مدرن، مظهر تبعیض، مظهر ظلم، مظهر بحرانسازی امروز در دنیا آمریکا. اساساً رژیم ایالات متحده آمریکا یک رژیم بحرانساز و بحران زیسته. از بحران تغذیه میکنه، ارتزاق میکنه. از بحرانهای گوناگون در اطراف عالم ارتزاق میکنه. یک حرکت اینچنین شبکه های مافیایی قدرت در داخل آمریکا، این شبکه ها از بحران هایی که در سراسر جهان اتفاق میفته اینا ارتزاق میکنند، استفاده میکنند. اساسا آمریکا یک رژیم مافیایی است،
یک رژیم مافیایی است. آمریکا یک رژیم مافیایی است. مافیای سیاسی، مافیای اقتصادی، مافیای اسلحه سازی، انواع و اقسام مافیاهایی که سیاست‌های این کشور رو در دست دارن و هدایت می‌کنن و کنترل کشور در واقع دست اونهاست، پشت سر دولت‌ها کسان رو روی کار میارن، کسان رو از کار برکنار می‌کنن، رؤسای جمهور رو سر کار میارن این مافیاها. وقت این مجموعه مافیایی، این رژیم مافیایی احتیاج داره که در اطراف دنیا یه جاهایی بحران وجود داشته باشه، کانونهای بحران رضا خلق میکنه. در منطقه غرب آسیا شما ببینید چقدر اینا بحران سازی کردن. اینا احتیاج پیدا کردن موجودی مثل داعش رو به وجود بیارن که سگ دستاموز اونها بود، که علناً صریحاً به شکل آشکار فیلم برداری شده افراد رو سر ببرن یا زنده زنده بسوزونن یا غرق کنن در آب و فیلمش رو به دنیا نشون بدن. اینا آمریکا به وجود آورد، خودشون اعتراف کردن، خودشون گفتن که این رو اونها به وجود آوردن. اینا بحران سازن. اگر نتوانن بحران ایجاد کنن، کارخانه‌های اسلحه سازی نمیتوانن حد اکثر استفاده خود رو شروع بکنن، ناچار باید بحران سازی کنن در دنیا تا منافع این مافیاها حد اکثری بشه. امروز به نظر من اوکراین هم قربانی همین سیاست. امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها، حرکت مخملی به وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن، حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضه، این دولت رو برداشتن، اون دولت رو گذاشتن، این طبعا به همین جا همون تهی میشه. ما البته با جنگ و تخریب مخالفیم هر جای دنیا، این حرف ثابت ماست. ما با کشته شدن مردم، با تخریب زیربناهای ملت‌ها، ما اینا رو تایید نمی‌کنیم. هر جای دنیا اتفاق بیفته، این حرف ثابت ماست. ما مثل غربی‌ها نیستیم که اگر چنونچه بمب رو روی سر کاروان عروسی در افغانستان بریزند و عروسیشون رو تبدیل به عزا بکنن، این مبارزه با تروریسمه، این جنایت نیست. اونا منطقشون اینجوریست دیگه. در افغانستان، در عراق، آمریکا در شرق سوریه چه کار میکنه؟ چرا نفت سوریه رو میدزدن؟ چرا پول افغانستان رو میدزدن؟ ثروت ملی افغانستان رو چرا غصب میکنن؟ چرا در منطقه غرب آسیا از جنایات صهیونیست‌ها که شبانه روز این جنایات داره انجام میگیره دفاع میکنند؟ اینا بحران سازی است، اینا کارهایی است که میکنن. اینا همه رو به اسم دفاع از حقوق بشر و امثال اینها دارن انجام میدن. ما مثل اونها نیستیم که اگر چنانچه کاری در نقطه‌ای که مورد خاص ماست اتفاق بیفته، ما اون رو یه جور قضاوت کنیم، جای دیگه اتفاق بیفته جور دیگه قضاوت کنیم. 8 سال مردم یمن در زیر بمباران هستند. غربی ها اینو محکوم نمی کنن، ازش حمایت هم می کنن، هم حمایت زبانی، تبلیغاتی، رسانه‌ای و هم حمایت عملی. اینا اینجورن.
ما البته در اوکراین طرفدار توقف جنگی، ما میخواییم اونجا جنگ تمام بشه و منطقه. خب علاج هر بحرانی صرفاً در صورتی ممکنه که ریشه بحران شناخته بشه. ریشه بحران در اوکراین سیاست‌های آمریکاست، سیاست‌های غربی هست. اینها ریشه بحرانه. اینها رو باید شناخت و بر اساس اینها قضاوت کرد، داوری کرد و اگر اهل اقدام بودیم اقدام کرد. خب حالا صحبت اوکراین مطرح شد، عبرت‌هایی هم در این قضیه اوکراین وجود داره که انسان مشاهده می‌کنه در گفتار گویندگان و نویسندگان به بعضی از این عبرت‌ها اشاره شده. من دو تا از این عبرت‌ها رو مطرح می‌کنم. یکی این است که پشتیبانی قدرت‌های غربی از کشورهایی که دستشونده اونها هستند و دولت‌هایی که دستشونده اونها هستند یک سراب است، واقعیت نداره. اینا همه دولت‌ها بدونن. اون دولت‌هایی که پشتگرمیشون با آمریکا و با اروپاست ببینن وضع امروز اوکراین، دیروز افغانستان. هم رئیس جمهور اوکراین همین چند روز پیش گفت، هم رئیس جمهور فراری افغانستان چندی قبل گفت ما اعتماد کردیم به آمریکا، اعتماد کردیم به دولت‌های غربی، ما رو تنها گذاشتند. به اینها نمیشه اعتماد کرد. این عبرت اول. حالا جمهوری اسلامی که خب سلای استقلال و عزتش دنیا رو فرا گرفته، اما اون کسانی که متکی با آمریکا هستن از این عبرت درس بگیرن و این رو بفهمن. این یک عبرت. عبرت دوم این که مردم مهمترین پشتوانه دولت ها هستند. اگر مردم وارد میدان می شدن در اوکراین، وضع دولت اوکراین و مردم اوکراین اینجوری نمی شد. مردم وارد میدان نبودن چون دولت رو قبول نداشتن. عیناً مثل اون وقتی که آمریکا به عراق دوران صدام حمله کرد، مردم دفاع نکردن، کنار رفتن، آمریکا مسلط شد. اما در همین عراق وقتی که داعش حمله کرد، مردم وارد میدان شدن. داعش رو که خطر بسیار بزرگی بود توانستن به عقب برانن، بخواستن توانستن سرکوب بکنن. مردم عامل اصلی استقلال کشورها مردم هست. ما این رو تجربه کردیم در دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس. مردم وارد میدان شدن و با اینکه همه قدرت ها از صدام حمایت میکردن، به او کمک میکردن، جمهوری اسلامی به کمک مردم توانست غلبه پیدا کنه و دشمن رو ناکام بگذاره. بنابراین این هم عبرت دیگری است. امیدواریم که همه ما چشمامون رو باز کنیم، گوشامون رو باز کنیم، درست بیندیشیم، درست فکر کنیم، درست عمل بکنیم و بتوانیم از این عبرت‌های بزرگ بهره ببریم. خداوند بر درجات امام و بزرگوار راحلمون بیفزایه. این درس ها رو او به ما داد، او ما رو در این راه به حرکت دار آورد و خداوند انشاءالله ارواح مطهر شهیدان رو با روح مطهر پیغمبر خدا محشور کنه که اونها ما رو در دنیا سربلند کردند. مجددا تبریک عرض میکنم و سلام خدمت حضرت بقیت الله ارواح نافدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.